ملت عشق قسمت 33 کرا قونیه رجب 642. این روزها از دل و دماغ افتادم، خیلی ناراحتم. هرچه این وضعیت بیشتر ادامه پیدا می کند که مولانا و شمس شب و روز خودشان را توی آن اتاق حبس می کنند و پچ پچ کنان حرف می زنند، من بیشتر در سکوت فرو می روم. ای کاش درباره موضوعاتی مثل فقه و حدیث، فلسفه و تاریخ و منطق چیزهایی می دانستم. بعضی وقتا دلم میخواهد از فرط ناراحتی شورش بکنم که چرا زن آفریده شده. دختر پایش را که به دنیا میگذارد همینطور کار یادش میدن، غذا پختن، رفت و روب، خاکستر مال کردن رخت های کثیف، آب آوردن از رودخانه، بسته کردن جوراب، گرفتن کره از ماست، خمیر درست کردن، نان پختن، همه را یاد میگیری پشت سر هم. بعضی زنها در کنار این کارها یا به جای این کارها یاد میگیرن از هیکل و سر و ریختشان استفاده کنند و هوش از سر مردها ببرن. اما خیلی هم فرق نمی کنه. حالا یا آنطور باشد یا اینطور، بالاخره باید خدمت کنی. کسی کتاب دست زنها نمی دهد. حالا اینکه آنقدر دلم می خواست مولانا همانطور که امروز با شمع صحبت می کند با من هم با حرارت حرف می زد، با من هم مشورت می کرد. سال اول ازدواجمان بود. آن وقت عادت کرده بودم در هر فرصتی که پیش می آمد یا تنها می شدم به کتابخانه شوهرم بروم. بین کتاب ها دست نوشته های مولانا که مثل تخم چشم مراقبشان بود چهار زانو می نشستم. بوی ناه و کهنگیشان را به سینه می کشیدم و با خود می گفتم چه رازهایی که در خود پنهان کردم. مولانا عاشق کتاب هایش است. کتابخانه‌اش پر است از نسخه های خطی، یکی از یکی قدیمی تر، بیشترش هم میراث پدر مرحومش. در میان این کتاب ها معارف عزیز دردانش است، سطر به سطر از بر می داندش. بیشتر شبها تا موقعی که سپیده بزند بیدار می ماند و کتاب می خواند، حالا که حتما خیلی وقت از همه کلمات معارف را ختم کرده. آدم چطور می تواند کتابی را که آخرش را می داند هر بار با کنجکاوی تازه بخواندش؟ مولانا می گوید اگر کیسه کیسه طلا به من بدهن یک صفحه از کتاب های پدرم را هم نمی دم. این کتاب ها که نمی شود قیمتی رویشان گذاشت، همین یادگار جد من. آنها از پدرم به من رسیده، موقعش که برسد من هم به پسرانم می سپرمشان. اینا که مولانا به کتاب‌های چقدر بها می‌دهد خیلی وقت پیش، اما متاسفانه به تلخی فهمیدم. هنوز یک سال از ازدواجمان نگذشته بود، در خانه تنها بودم. یک دفعه فکری به سرم زد، یک دستمال و یک کاسه آب برداشتم و رفتم توی کتابخانه. مصمم بودم می‌خواستم کتاب‌هایش را یکی یکی تمیز کنم و باعث خوشحالیش بشم. همه کتاب‌ها را از قفسه ها پایین آوردم و یک پارچه مخملی برداشتم. پارچه را توی گلاب فرو می‌کردم و با آن جل کتاب‌ها را خوب تمیز می‌کردم. توی این دیار معتقدند یک جن بیار هست که مزه کتاب را دوست دارد و عاشق جویدن صفحه های کتاب است. اسمش هم کبیکج است. برای همین می‌گویم برای دفع کردن این جن باید بالای هر کتاب یک جمله هشدار نوشت. ای کبیکج، از این کتاب دوری کن. این صفحه به درد تو نمی‌خورد. من هم هر کتابی را که پاک میکردم به این نوشته نگاه میکردم و لبخند میزدم. در آن بعد از آن همه کتاب های کتابخانه را تک به تک گردگیری کردم. موقع کار کتاب احیای علوم دین نوشته امام غزالی رو کنار دستم گذاشته بودم و هر از گاهی ورقی میزدم و سعی میکردم بفهمم چه نوشته. سواد دارم، اما برای فهمیدن دنیای کتاب ها سواد خواندن داشتن کافیست مگر؟ خلاصه سرگرم شده بودم و نفهمیدم چه مدت گذشت. یک دفعه صدای سرد رو شنیدم. خاتون اینجا چه میکنی؟ تا برگشتم با مولانا چش در چش شدم. کی برگشته بود به خانه؟ صدای پایش را نشنیده بودم. گفتم خوش آمدی آقا. اما او دم نزد. صورتش چنان حالت عجیبی گرفته بود که لحظه ای گمان کردم که به مردی غریبه نگاه میکنم، نه به شوهر خودم. در طول 8 سالی که زن و شوهرین فقط همان یک بار با من تون حرف زده. با صدای خفه گفتم داشتم اینجاها را تمیز میکردم همین. فکر کردم خوشت میاید. مولانا گفت اما خوشم نیامد. تردید ندارم که نیتت خوب بوده، اما خواهش میکنم هیچ وقت به کتابهایم دست نزن.
اگر لازم باشد تمیز شوند، خودم تمیزشان میکنم. خواهشم از تو این است که به این کتاب و به این اتاق وارد نشوی و نگذاری کسی دیگر هم به این اتاق وارد شود. از آن روز به بعد دیگر هیچ وقت به کتابهای شوهرم دست نزدم. حتی مواقعی هم که کسی در خانه نبود به کتابخانه نرفتم. فهمیدم در کتابها به روی من بسته است. نگو فقط کبی کش نبودی که باید از کتابهای شوهرم دوری میکرد. من هم بودم. آن صفحه ها به درد من نمی خورده. بان که باعث دلخوری هم شده بودم و دیگر به این وضعیت عادت کرده بود. حتی فراموش هم شده بود تا روزی که شمس تبریزی به خانه من آمد. او و مولانا 40 روز که خودشان را توی کتابخانه حبس کردن، خاطره های قدیمی به سرعت زنده شد. پس در اتاقی که ورود به آن برای من قدغن بود، برای شمس 4 تاق باز بود. لجم گرفت. جایی در درونم، در اعماق وجودم زخمی سرباز کرد که حتی از وجودش هم خبر نداشتم. کیمیا قونیه، رجب 642. وقتی به فرزندی قبولم کردند 12 سال داشتم. پدر و مادر واقعیم آدمهای ساده روستایی بودند. از آنهایی که از صبح علل طلوع تا غروب آفتاب توی مزرعه توی باغ کار میکنن و زودتر از موقع پیر میشن. در خانه یک اتاق کوچک زندگی میکردیم. خواهرم و من در یک سر اتاق روی یک تشک میخوابیدیم. کنارمان اشباح برادر و خواهرهای مردمان میخوابیدند. 5 نوزادی که پشت سر هم مرضهای ساده گرفته بودند و جان داده بودند. توی خانه فقط من بودم که اشباح را میدیدم. هر وقت میخواستم تعریف کنم آن روحهای کوچک چه کار میکنند، زهره خواهرم آب میشد. مادرم هم میزد زیر گریه. سعی میکردم توضیح بدم، تعریف بکنم، اما بیفایده بود. اصلا نه چیزی بود که باعث نگرانی بشه و نه چیزی که باعث ناراحتی، چون هیچ یک از این شبح‌های کوچولو به نظر ناراحت نمی‌رسیدن یا ترسناک. اما همین را نمی‌توانستم هیچ جور به خانواده‌ام حالی کنم. روزی از روزها حکیمی فرزانه به روستایمان آمد. خسته بود، گرسنه بود و تشنه. موهای سر و ریشش جولیده بود و از بس جلوی آفتاب چشمهایش تنگ کرده بود. روی صورتش چروک‌های عمیق افتاده بود. پدرم مرد بینوا را به خانه ما دعوت کرد تا نفسی تازه کند و کمی بیاساید. آن شب همگی دور منقل نشسته بودیم. حکیم حکایت‌های سحرآمیز از سرزمین‌های دور برایمان تعریف کرد. همانطور که او با صدای یک نوا حرف می‌زد، من هم چشم‌هایم را بستم و همراه او صحراهای عربستان و چادرهای بدوی‌های شمال آفریقا و آب‌های آبی دریای مدیترانه را سیاحت کردم. حکیم هر کجا را که تعریف می‌کرد، من هم توی ذهنم همانجا را مجسم می‌کردم و می‌گشتم. در شنزاری یک مناره شیطان پیدا کردم، توی جیبم گذاشتمش. می‌خواستم از یک طرف شنزار به طرف دیگرش بروم که ناگهان بویی زنند و بد به مشامم خورد. ناچار ایستادم و چشم‌هایم را باز کردم. دیدم روی زمین افتادم. نگو قش کرده بودم، نگو خواب می دیدم. همه اهل خانه دورم جمع شده بودم، با نگرانی نگاه هم می کردن. مادرم با یک دستش سرم رو نگه داشته بود و با دست دیگرش پیازی نصفه را جلوی دماغم گرفته بودم. مجبورم می کرد بویش کنم. خواهرم شادمان دستهایش را به هم زد. حالش سر جا آمد. زنده بود، کیمیا برگشته. مادرم آه عمیقی کشید و گفت خدایا شکر. بعد به طرف حکیم برگشت و قضیه را توضیح داد. کیمیا از وقتی خیلی کوچک بود این مرض را گرفته. همینطور که نشسته یک دفعه قش میکنه. حکیم چیزی نگفت. فقط با دقت به من نگاه کرد. طوری که انگار میخواست فکرم را بخواند. صبح روز بعد خیلی زود بلند شد. از همگی امان یکی یکی تشکر و خداحافظی کرد. اما پیش از رفتن پدرم را گوشه کشید و گفت. دختر تو بچه استثنائیست. خدا به او استعداد بزرگی بخشیده. اگر ارزش چنین هدیه‌ای دانسته نشود، حیف می شود. کیمیا را حتما به مکتب بفرستید. مادرم که گوش تیز کرده بود تا بفهمد حکیم چه می گوید، یک دفعه وسط حرفهایشان پرید. دختر چه احتیاجی به مکتب دارد؟ حکیم به دخالت مادرم اهمیت نداد و گفت. چون فرزندتان دختر است، به این معنا نیست که از چشم خدا افتاده. حق تعالی به او استعداد بخشیده، مگر شما نعوذ بالله از خدا بهتر می دانید. حالا که دخترها مکتب ندارن، دخترتان را به شخصی عالم بسپارید.
مادرم سرش را طوری تکان داد که انگار بخواهد بگوید عمرن، اما پدرم انگار گیج شده بود. پیدا بود حرفهای حکیم رویش تاثیر گذاشته. با آدمهای تحصیل کرده به علم و فن اهمیت میداد. مرا هم خیلی دوست داشت پدرم. پرسید: اما کسی از علما را نمیشناسیم، از کجا پیدا کنیم؟ آن لحظه بود که حکیم پیر پیشنهادی داد که مسیر زندگیم را به کل عوض کرد. فردی بی‌نظیر در قونیه زندگی می‌کند، اسمش مولانا جلال الدین رومی است. ممکن است داوطلب پرورش دختری مانند کیمیا شود. دخترت را نزد او ببر، پشیمان نمی‌شوی. همین که حکیم پایش را از خانه بیرون گذاشت، مادرم دست‌هایش را از دو طرف باز کرد و بنای قلعه گذاشت. حاملم، کیمیا باید کمک حالم باشد. تازه دختر جماعت چه احتیاجی به درس و مشق دارد؟ چه حرفا، بنشیند توی خانه و بچه داری یاد بگیرد. کاش مادرم برای مخالفت با رفتنم دلایل دیگری می‌آورد. مثلا میگفت نمیتواند دوریم را تحمل کند، یا دلش راضی نمیشود دخترش موقعیم که شده پیش خانواده دیگه‌ای بمونه. اگر اینها را میگفت، من هم اسیر این هوس نمی‌شدم و ترجیح می‌دادم در روستایمان بمانم. اما اینها را نگفت، فقط می‌گفت توی کارهای خانه به کمکم احتیاج دارد. برای همین با رفتنم مخالف است. او هرچه بیشتر این حرف را می‌زد، من هم هرچه بیشتر قانع می‌شدم که باید بروم. در این میان پدرم تصمیم گرفت با هم به دیدن عالمی برویم که حکیم پیر حرفش را می‌زد. این شد که چند وقت بعد من و پدرم به راه افتادیم و به قونی آمدیم. جلوی در مدرسه‌ای که مولانا در آن تدریس می‌کرد منتظرش ماندیم. آقا بابام را اولین بار آن روز دیدم. او از پیش و طلبه از پس بیرون آمدم. دست و پایم را گم کرده بودم. نتوانستم سرم را بلند کنم و به صورتش نگاه کنم. به دستهایش نگاه کردم. انگشت‌هایش باریک و بلند بود. به دست هنرمندها می‌مانست. پدرم پیش مولانا رفت و به من اشاره کرد. حضرت مولانا، دخترم کیمیا بچه خاص است، اما مادرش و من آدم های ساده ای هستیم. نمی توانیم آنطور که شایسته است او را پرورش بدهیم. می گویم بزرگترین عالم این حوالی شما هستید. کیمیا را به شاگردی قبول می کنی؟ زیر چشمی به صورت مولانا نگاه کردم. به نظر نمی آمد تعجب کرده باشد. لابد به شنیدن چنین خواسته های عادت داشت. همونطور که او و پدرم مشغول صحبت بودن، من هم به باغچه پشتی رفتم. آنجا مشتی بچه بود، اما دختری در میانشان به چشم نمیخورد. مدرسه فقط برای پسرها بود. اما موقع برگشتن همین که چشمم به زن جوانی افتاد که تک و تنها گوشه ایستاده از حیرت ماتم بود. زن زیبا و جذابی بود. صورتش مثل ماه گرد و درخشان بود. پوستش مثل شیر و سفید بود. انگار از مرمر تراشیده بودنش. برایش دست کندنم. زن با تعجب نگاه هم کرد. بعد از لحظه ای تردید اون هم برایم دست تکان داد. پیشش رفتم. گفت: سلام دختر کوچولو، مگر مرا می‌بینی؟ سرم را تکان دادم. زن از شادی لبخند زد. خب این فوق‌العاده است. کسی به جز تو نمی‌تواند مرا ببینه. همراه با آن زن پیش مولانا و پدرم برگشتیم. گمان می‌کردن زن غریبی را که پیشم ببینن صحبتشان را قطع می‌کنن، اما به حرفشان ادامه دادن. زن حق داشت، کسی جز من نمیتوانست ببینندش. مولانا گفت: بیا اینجا ببینم. کیمیای عزیز، آنطور که پدرت میگوید خودت بدون معلم خواندن و نوشتن یاد گرفته ای. میگوید استعدادهای خاصی داری و عاشق مطالعه ای. بگو ببینم چه چیزی کتابها را دوست داری؟ انگار چیزی توی گلویم گره خورد. زبانم قاف شد. نمیتوانستم جواب بدم. پدرم تشخیص: زود باش کیمیا، برای حضرت مولانا تعریف کن. انگار نگران بود مولانا از من نومید شود. میخواستم درست جواب بدم. میخواستم پدرم به وجودم افتخار کند. اما هر کاری کردم نتوانستم حرف بزنم. وگر زن جوانی که کنارم بود دخالت نمیکرد، شاید اصلا حرف نمیزدم. دست خالی به روستایمون آن وقت برمیگشتیم. اما زن جوان با آرامی دستم را گرفت. یالا دختر خوشگل، تعریف کن برای مولانا. قول میدم که همه چیز رو به راه بشه. آن وقت اعتماد به نفس پیدا کرد. به طرف مولانا برگشتم و گفتم: سرورم، نزد شما پرورش یافتن باعث افتخارم است. از سختی ها فرار نمی کنم. مطالعه را دوست دارم. تشنه یادگیری ام. به شما اطمینان میدهم شاگرد خوبی خواهم بود.
چشم های مولانا برق زد و گفت خب این خیلی عالی است. اما بعد آه کشید، انگار چیز ناخوشایندی به یادش آمده بود. اما تو دختری، ما اگر بدون استراحت و بیوقفه درس بخوانیم و پیشرفت هم بکنیم، خیلی نمی گذارد که تو ازدواج میکنی و سرت به بچه داری گرم می شود. آن وقت این همه سال تدریس به هدر می رود. نمی دانستم چه بگویم. اشتیاقم از دست رفته بود. پدرم هم انگاه حوصله سر رفته بود. چشمهایش را به شاروخهایش دوخته بود و بی صدا انتظار می کشید. درست همون موقع بار دیگر زن جوان به کمک آمد. به مولانا بگو که زوجش همیشه دلش میخواست دختری کوچک داشته باشد. خدا الان تو را فرستاده. اگر دختر بچه ای را آموزش بدهد، همسرش از این بابت خیلی خوشحال میشود. وقتی این جمله ها را عیناً بر زبان آوردم، مولانا خندید. میبینم قبلا به خانم رفته ای، با زوجم صحبت کرده ای. اما کرا در درس های من دخالت نمی کند فرزن. آن هنگام زن جوان آرام آرام سرش را تکان داد و در گوشم اینها را زمزمه کرد. بگو درباره کرا حرف نمیزنی، اون همسر دومش است. تو درباره گوهر حرف میزنی، مادر پسرهایش. در حالی که سعی میکردم اسمها را درست تلفظ کنم، گفتم درباره کرا خاتون صحبت نمی کنم، درباره گوهر خاتون صحبت می کنم، مادر پسرهایتان. سایه صورت مولانا را پوشاند. تبسمش خاموش شد. گفت گوهر مرده؟ گوهر مرده فرزندم. همسر مرحومم را از کجا می شناسی؟ داری شوخی می کنی؟ پدرم با دست پاچگی وارد صحبت شد. قصه بدی ندارد سرورم کیمیا، دختر با ادبی است. هیچ وقت به بزرگترها بی احترامی نمی کنند. فهمیدم که باید راستش را بگوی. همسر مرحومتان اینجاست پیش من. دستم را می گیرد. به حرف زدن تشویقم می کند. چشم های بادامی قهوه‌ای، صورت ککمکی، لباس زرد بلندی دارد. زن جوان به دمپایی هایش که اشاره کرد آنها را هم تعریف کردم. می خواهد درباره دمپایی هایش حرف زنم. با ابریشم براق نارنجی بافته شده، رویش هم گله های ریز سرخی کار کردن، خیلی قشنگ. اشک در چشمان مولانا حلقه زد. آن دمپایی ها را برای گوهر از دمشق خریده بودم، خیلی دوستشان داشت مرحوم. عالم بزرگ پس از گفتن این حرف ها سکوت کرد، انگار غرق در فکر به دور دست ها رفت. اما دوباره سر صحبت را که باز کرد، لحن صدایش محبت آمیز و دوستانه بود. در صدایش اثری از غم نبود. مولانا به پدرم گفت الان میفهمم که چرا همه میگویند دخترتان دختر لایقی است. خوب دیگر بهتر است را بیفتیم. میرویم به خانه ما، با هم نهار میخوریم و درباره آینده کیمیا صحبت میکنیم. مطمئنم طلبه خیلی خوبی میشود و خیلی از پسرها را پشت سر میگذارد. پیش از آنکه را بیافتی، مولانا آرام پرسی اینها را به گوهر هم میگویی فرزن؟ گفتم احتیاجی نیست سفرم. او صدایت را میشنود. به من گفت که الان باید برود، اما از آنجایی که رفته همیشه با محبت شما را تماشا میکنه. مولانا لبخند زد. پدرم هم همینطور. اثری از سوء تفاهم باقی نمانده بود. آن لحظه فهمیدم که تأثیر آشناییم با مولانا خیلی فراتر از محیط خودم خواهد بود. میانم با مادرم هیچ وقت خوب نبود، اما انگار خدا برای پر کردن جای خالی مادرم در قلبم به من همزمان دو پدر داده بود، پدر واقعیم و آقا بابا. این بود حکایت وارد شدن به خانه مولانا در 8 سال پیش. وقتی اینجا آمدم بچه تشنه یادگیری، تودار و خجالتی بودم، اما خیلی زود به خانواده جدیدم عادت کردم. با گذشت زمان کرا از مادر خودم به من نزدیکتر شد. همیشه مهربان و دوست داشتنیست. پسران مولانا با آغوش باز قبولم کردن، به خصوص پسر بزرگش در حقم برادری کرد. علایالدین طور دیگری دوستم دارد. اگر هم حرفی نزند خودم حس میکنم، اما من فقط به چشم برادر نگاهش میکنم. سرانجام معلوم شد حق با حکیمی بوده که به روستای من آمده بود.
با آنکه دلم برای پدر و خواهرم خیلی تنگ شد، حتی یک بار هم از اینکه به قونیه آمدم و جز خانواده مولانا شدم احساس پشیمانی نکرده بودم. حتی یک بار هم زیر این سقف احساس تشویش نکرده بودم تا موقعی که شمس تبریزی به اینجا آمد. پس از آمدن او دیگر هیچ چیز مثل سابق نماند. نمیشد بماند.